کتاب پرسش هایی از مارکس، فایل سوم، صفحه 33. فصل سوم، مارکس و موجبیت گرایی. انتقاد سوم، مارکسیسم شکلی از اعتقاد به جبر یا موجبیت است که مردان و زنان را صرفاً آلت دست تاریخ می داند و بدین اعتبار فاقد اختیار و فردیت. مارکس به پاره ای قانونهای آهنین تاریخ اعتقاد داشت که با نیروی قهرامیز خود را پیاده می کنند و هیچ کنش بشری تاب مقاومت در برابر آنها را ندارد. تقدیر فئودالیسم این بود که سرمایه‌داری را به وجود آورد و سرمایه‌داری هم ناگزیر جای خود را به سوسیالیسم خواهد داد. به طور کلی نظریه مارکس درباره تاریخ چیزی به جز نسخه سکولاری از مشیت یا تقدیر الهی نیست. این نظریه درست مثل دولت‌های مارکسیستی توهین به آزادی و کرامت انسان هاست. پایان انتقاد. می توان با این سوال شروع کرد که وجه ممیزه مارکسیسم چیست؟ مارکسیسم چه دارد که هیچ نظریه سیاسی دیگری ندارد؟ مسلماً آن چیز ایده انقلاب نیست، چرا که این ایده قدمتی بس بیشتر از کار مارکس دارد. مفهوم کمونیسم هم که نیست، چرا که خواستگاه این مفهوم نیز به عهد باستان برمی‌گردد. مارکس مبدع سوسیالیسم یا کمونیسم نبود. جنبش طبقه کارگر اروپا زمانی به اندیشه‌های سوسیالیستی رسیده بود که مارکس هنوز لیبرال بود. راستش سخت بتوان به یک ویژگی سیاسی واحد فکر کرد که منحصر به تفکر مارکس باشد. بیگمان ایده حزب انقلابی هم مختص مارکس نیست، چرا که از انقلاب فرانسه به ما رسیده است. به هر حال مارکس حرف چندانی در این باره نداشت. اما مفهوم طبقه اجتماعی چطور؟ نه، این هم کمکی نمی کند، چون مارکس به درستی انتساب این ایده را به خود انکار می کند. درست است که او کل این مفهوم را اساساً از نو تعریف کرد، اما این مفهوم ابداع خودش نبود. مفهوم پرولتاریا هم ساخته و پرداخته ذهن او نبود. شماری از متفکران قرن 19 با این ایده آشنا بودند. برداشت او از بیگانگی عمدتاً برگرفته از هگل بود. سوسیالیست و فمینیست بزرگ ایرلندی ویلیام تامسون، زاده 1775 و مرگ در 1833، نیز ایده بیگانگی را پیش بینی کرده بود. بعدن خواهیم دید که مارکس تنها کسی نیست که اولویتی چنین چشمگیر به عوامل اقتصادی در زندگی اجتماعی می‌دهد. او معتقد به جامعه‌ای مبتنی بر تعاون و رها شده از یوغ استثمار است که به دست خود تولید کنندگان اداره می شود و فکر می کند فقط با وسایل انقلابی می توان چون این جامعه ای را برپا کرد. اما سوسیالیست بزرگ قرن 20 ریموند ویلیامز نیز که خود را مارکسیست نمی دانست بر همین باور بود. شمار بسیاری از آنارشیست ها، سوسیالیست های اختیارگرا و دیگران نیز که قاطعانه مارکسیسم را رد می کنند بر این تصویر از جامعه آرمانی سهه می گذارند. دو آموزه عمده در کانون تفکر مارکس جای دارد. یکی از آنها نقش اساسی اقتصاد در زندگی اجتماعی است و آن دیگر اعتقاد به توالی شیوه های تولید در سرتاسر تاریخ. اما خواهیم دید که هیچ یک از این دو آموزه ابداع خود مارکس نبود. پس آیا باید گفت وجه ممیزه مارکسیسم نه مفهوم طبقه بلکه مفهوم مبارزه طبقاتی است؟ مبارزه طبقاتی بیگمان به هسته اصلی تفکر مارکس نزدیک است، اما این مفهوم نیز همچون خود طبقه ثمره ابتکار خود او نیست. برای نمونه بیت زیر را بخوانید درباره ملاک پولداری از شعر دهکده متروک سروده الیور گلداسمیت، زاده 1730 و مرگ در 1774. شعر: ردایی که اندامهای او را به ابریشمی از کاهلی پوشانده، نیمی از کشت زمینهای مجاور را به یغما رو بوده. تقارن و اقتصاد خود مصرعهای شعر و تقابل متوازنی که با استادی تمام میانشان برقرار شده در تضاد است با اسراف و تبذیر و عدم توازن اقتصادی که در این بیت توصیف می شود. این بیت به وضوح درباره مبارزه طبقاتی است. ردایی که تن ملاک را پوشانده جیب رعیت را خالی کرده. یا به این مصرعها از نمایشنامه منظوم کوموس
سروده جان میلتون بنگرید. اگر نیکان که امروز آه ندارند با ناله صدا کنند، نصیبی معقول و به اندازه می داشتند از آن گنجهای به یغما برده تنی چند ناز پرور تنعم، آنک از خان الوان طبیعت همه سهمی به یکسان می بردند. همین احساس ها را از زبان لیرشاه هم می توان شنید. راستش را بخواهید میلتون بی سر و صدا این ایده را از شکسپیر دزدیده است. به اعتقاد ولتر، اغنیا از سرکشیدن خون فقرا چنین فربه شدند و مالکیت اس و اساس نزاع اجتماعی است. چنان که خواهیم دید، ژان ژاک روسو هم مالکیت را منشأ همه شرها می دانست. مارکس خود نیک می دانست که ایده مبارزه طبقاتی به هیچ وجه مختص او نیست. با این همه، مبارزه طبقاتی برای تفکر او محوریت تام داشت. آنقدر محوری که به زعم او مبارزه طبقاتی همان نیرویی است که تاریخ بشر را به پیش می‌راند، همان موتور یا نیروی محرک توسعه بشر. و این دیگر فکری نیست که به ذهن جان میلتون خطور کرده باشد، در حالی که بسیاری از متفکران اجتماعی جامعه بشری را به صورت وحدتی انداموار در نظر گرفتند، رکن قوامبخش جامعه از نظر مارکس تقسیم و تفکیک است. جامعه از منافعی ناهمساز تشکیل می شود، منطق آن بر مدار تنازع می گردد و نه انسجام. مثلا نفع طبقه سرمایه‌دار در پایین نگه داشتن دستمزد هاست و حال آنکه نفع مزد بگیران در بالا بردن آن است. مارکس در عبارت مشهوری از مانیفست کمونیسم اعلام می کند تاریخ تمامی جوامع تاکنون موجود تاریخ مبارزات طبقاتی است. البته منظور او را نمی توان تحت اللفظی درک کرد. اگر مسواک کردن در چهارشنبه گذشته جزئی از تاریخ به حساب آید، آنگاه دشوار بتوان این موضوع را موضوع مبارزه طبقاتی گرفت. پرتاب یک توپ در بازی کریکت یا دلبستگی بیمارگون به پنگوئن‌ها دخلی به مبارزه طبقاتی ندارد. شاید تاریخ اشاره دارد به رویدادهای عمومی نه رویدادهای خصوصی همچون مسواک کردن. اما قشقرقی که دیشب در مشروب فروشی محل را افتاد بیگمان رویدادی عمومی است. پس شاید بتوان گفت تاریخ محدود به رویدادهای بزرگ عمومی می شود. اما چه کسی بزرگی یک رویداد را تعیین می کند؟ از همه اینها گذشته، آتش سوزی بزرگ لندن در سپتامبر 1666 که خانه های 70 تا 80 هزار ساکن لندن را تومه حریق کرد چگونه می تواند محصول مبارزه طبقاتی به شمار آید؟ فرض کنید چگوارا را یک کامیون بارکش زیر گرفته بود. این واقعه فقط در صورتی مستاقی از مبارزه طبقاتی می شد که یک مأمور سیاه پشت فرمان نشسته بود. در غیر این صورت تصادفی بیش نمی بود. داستان ستم دیدگی زنان با تاریخ مبارزه طبقاتی به هم گره خوردند. اما این داستان صرفاً بخشی از آن تاریخ نیست. همین قضیه را می توان درباره شعر وردزورس یا شیمس هینی شاعر معاصر ایرلندی باز گفت. مبارزه طبقاتی نمی تواند همه چیز را در بر گیرد. شاید مارکس هم دعوی خود را تحت لفظی در نظر نمی گرفت. از هر چه بگذریم، مانیفست کمونیسم با هدف تبلیغ سیاسی نوشته شد و در نوع خود پر است از آرایه بلاغی. با همه این اوصاف، این پرسش مهم به جای خود می ماند که گستره تفکر مارکسیستی به واقع تا کجاست؟ چنان می نماید که بعضی مارکسیست ها مارکسیسم را نظریه ای درباره همه چیز می دانند. اما قطعاً چنین نیست. این واقعیت که مارکسیسم هیچ حرف جالب توجهی درباره انواع آبجو یا ماهیت ضمیر ناخودآگاه، بوی خوش گل سرخ یا پرسش از وجود و عدم اشیا در چنته ندارد، به هیچ روی آن را از اعتبار نمی اندازد. مارکسیسم قرار نیست فلسفه‌ای جامع و تام باشد. بنا نیست مارکسیسم درباره علت زیبایی یا جاذبه جنسی سخنی بگوید یا شرح دهد که چرا شعرهای ویلیام باتلر گیتس آهنگی چنین غریب و دلفریب دارند. مارکسیسم عمدتاً درباره پرسش‌های مربوط به عشق، مرگ و معنای زندگی سکوت کرده است. بیگمان مارکسیسم می‌تواند کلان روایت عظیمی ارائه کند، روایتی که سرتاسر پهنه تاریخ را از تلیعه تمدن تا حال حاضر و آینده در بر بگیرد.
اما در کنار مارکسیسم کلان روایت‌های دیگری هم هستند، نظیر تاریخ علم یا مذهب یا تمایلات جنسی، روایت‌هایی که با ماجرای مبارزه طبقاتی کنش و واکنش متقابل دارند اما در آن خلاصه نمی‌شوند. پست مدرنیست ها مایلند بگویند از دو حال خارج نیست، یا یک کلان روایت داریم یا خیلی عظیمی از خرد روایت ها، اما این دو راهی کاذب است. پس قطع نظر از اینکه خود مارکس چه در سر داشت، مقصود از عبارت تمامی تاریخ تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است این نیست که هر آنچه در کل تاریخ روی داده از مقوله مبارزه طبقاتی بوده است، بلکه این است مبارزه طبقاتی بنیادی ترین عامل در تاریخ بشر است. اما بنیادی به کدام معنی؟ مثلا مبارزه طبقاتی به چه معنا بنیادی تر از تاریخ مذهب، علم یا تبعیض جنسی است؟ طبقه لزوماً بدین معنا بنیادی نیست که قوی ترین انگیزه برای کنش سیاسی به شمار می آید. از این حیث نقش هویت‌های قومی را به یاد آورید، مسئله‌ای که مارکسیسم خیلی کم بدان توجه نموده است. به اعتقاد آنتونی گیدنز، منازعات بین دولت‌ها و همچنین نابرابری‌های نژادی و جنسی درست به اندازه بهره‌کشی یا استثمار طبقاتی اهمیت دارند، اما به یک اندازه مهم برای چه؟ به یک اندازه مهم برای اهداف سیاسی و اخلاقی یا به یک اندازه مهم برای دستیابی به سوسیالیسم؟ ما گاهی یک چیز را بنیادی می‌نامیم که مبنای ضروری چیزی دیگر باشد، اما مشکل بتوان گفت چرا مبارزه طبقاتی مبنای ضروری برای ایمان دینی، کشف علمی یا تبعیض علیه زنان است. هرچند این موارد از بسیاری جهات با مبارزه طبقاتی گره خوردند، بعید است که اگر این شالوده مبارزه طبقاتی را از میان برداریم، بساط آیین بودا، اختر فیزیک و مسابقات ملکه زیبایی به یک بار جمع شوند. هر یک از اینها تاریخ به نسبه مستقلی از آن خود دارند. پس مبارزه طبقاتی برای چه چیز بنیادی است؟ پاسخ مارکس به نظر دو پهلو می آید. مبارزه طبقاتی به بسیاری از رخدادها، نهادها و قالب‌های فکری عظیمی شکل می‌دهد که در نظر اول مبرا از آن می‌نمایند. و مبارزه طبقاتی نقش تعیین کننده‌ای در گذار پرتلاطم از یک عصر تاریخی به عصری دیگر ایفا می کند. منظور مارکس از تاریخ نه هر آن چیزی که تاکنون به وقوع پیوسته است، بلکه سیر مشخصی است که زیربنای وقایع را تشکیل می دهد. او واژه تاریخ را به معنای روند معنادار رویدادها و نه معادل با کل هستی و حیات بشر تا به امروز به کار می برد. پس آیا می توان گفت ایده مبارزه طبقاتی است که تفکر مارکس را از دیگر نظریه های اجتماعی متمایز می سازد؟ نه چندان. دیدیم که این مفهوم درست همانند مفهوم شیوه تولید ساخته و پرداخته شخص او نیست. ویژگی منحصر به فرد تفکر مارکس آن است که او این دو مفهوم را مبارزه طبقاتی و شیوه تولید به هم گره می‌زند تا سناریوی تاریخی تدوین کند که به راستی بکر و تازه است. مارکسیست‌ها بر سر اینکه این دو مفهوم چگونه به هم دیگر گره می‌خورند اختلاف نظر دارند و خود مارکس هم در این باره چندان روشن سخن نمیگوید. اما اگر به دنبال وجه ممیزه کار مارکس میگردیم، به هیچ وجه نباید در اینجا توقف کنیم. مارکسیسم به موجب ذاتش نظریه و عملی است معطوف به دگرگونی‌های بلند مدت تاریخی. همونطور که نشان خواهیم داد، مشکل اینجاست که ویژه‌ترین وجه مارکسیسم مسئله سازترین وجه آن نیز هست. به بیان کلی، شیوه تولید از نظر مارکس ناظر است بر ترکیب پاره‌ای نیروهای مولد معین با پاره‌ای مناسبات تولید معین. یک نیروی مولد به ابزاری اطلاق می‌شود که با آن روی جهان کار می‌کنیم تا حیات مادی خود را باز تولید کنیم. این مفهوم شامل هر چیزی می‌شود که به سروری یا چیرگی بشر بر طبیعت در جهت مقاصد تولید کمک کند. کامپیوترها اگر نقشی در کل فرایند تولید مادی داشته باشند، نیروی مولدند، به شرطی که صرفاً برای چت کردن با قاتلان زنجیره‌ای که خود را غریبه‌های صمیمی جا می‌زنند به کار نروند. در ایرلند قرن 19 الاغ‌ها نیروی مولد بودند. نیروی کار انسانی نیروی مولد است،
اما این نیروها هرگز خالص و مستقل نیستند. همیشه با قسمی مناسبات اجتماعی معین گره خوردند که مارکس از آنها به مناسبات میان طبقات اجتماعی تعبیر می کند. برای نمونه، یک طبقه اجتماعی ممکن است مالک و صاحب اختیار وسایل تولید باشد، اما طبقه دیگر ممکن است به وسیله آن استثمار شود. به اعتقاد مارکس، نیروهای مولد تمایل دارند با پیشروی تاریخ توسعه یابند. این بدان معنا نیست که نیروهای مولد همواره پیشرفت می‌کنند، زیرا مارکس گویا در ضمن معتقد است این نیروها ممکن است در دوره‌های طولانی دچار سکون شوند. عامل تداوم این توسعه هر آن طبقه اجتماعی است که مهار تولید مادی را به دست دارد. بر پایه این برداشت از تاریخ چنان است که گویی نیروهای مولد طبقه ای را برمی‌گزیند که بیشترین قابلیت را برای گسترش آنها داشته باشد. اما به هر حال لحظه ای از راه می‌رسد که مناسبات اجتماعی حاکم نه تنها به رشد نیروهای مولد کمکی نمی‌کنند، بلکه رفته رفته مانعی بر سر راه آن می‌شود. تضاد میان مناسبات اجتماعی و نیروهای مولد به سرعت تشدید می‌شود و صحنه مهیای انقلاب سیاسی می شود. مبارزه طبقاتی شدت می یابد و طبقه اجتماعی که قادر به پیشبرد نیروهای تولید است، قدرت را از چنگ اربابان پیشین به در می آورد. برای مثال، سرمایه‌داری به لطف مناسبات اجتماعی ملازم خیش از بحرانی به بحرانی و از رکودی به رکودی دیگر در می غلطد و در یک لحظه معین از سقوط سرمایه‌داری طبقه کارگری به میدان می آید و تملک و مهار فرایند تولید را به دست می گیرد. مارکس در یک مقطع از فعالیت فکریش حتی ادعا می کند هیچ طبقه اجتماعی تازه‌ای به قدرت نمی رسد مگر آنکه نیروهای مولد به دست طبقه اجتماعی قبلی تا بیشترین حد ممکن توسعه یافته باشند. این نکته به موجزترین شکل در پاره متن مشهور زیل بیان شده است. نیروهای مولد مادی جامعه در مرحله معینی از توسعه خیش در تضاد می افتند با مناسبات تولید موجود یا به بیان حقوقی با آن مناسبات مالکیتی که نیروهای مولد تاکنون در چارچوب آنها کار می کردند، درگیر می شوند. این مناسبات که ابتدا شکلهایی از توسعه نیروهای مولد بوده اند، بدل به موانعی در راه توسعه آنها می شوند. آنگاه عصر انقلاب اجتماعی آغاز می شود. همانطور که خود مارکسیست ها بیدرنگ اشاره کرده اند، این نظریه مشکلات فراوانی دارد. اولا، چرا مارکس فرض می گیرد که نیروهای مولد روی هم رفته دائما در حال تطور و تکاملند؟ البته راست آن است که توسعه فناوری دائما رو به افزایش است، بدین معنا که انسان‌ها دوست ندارند از پیشرفت‌هایی دست بردارند که در زمینه رونق و کارآمدی حاصل کردند، زیرا ما آدمیان در مقام یک نوع موجوداتی کم و بیش معقول اما به فهمی نفهمی تن پروریم و بدین قرار تمایل داریم از میزان کار کم کنیم. همین عوامل باعث می‌شود که تقریباً هیچ وقت صف صندوق سوپرمارکت‌ها کوتاه نشود. حالا که ایمیل آمده، بعید است کسی دوباره به صرافت یادگاری نوشتن روی دیوار بیفتد. ما ضمناً قادریم چون این پیشرفت‌هایی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم. حتی اگر خود فناوری از بین برود، بعید است دانش فناوری زائل شود. اما این حقیقت عام‌تر از آن است که به روشن شدن موضوع کمک چندانی کند. مثلا توضیح نمی‌دهد چرا نیروهای تولید در بعضی زمانها به سرعت تمام تحول می‌یابند اما در زمانهای دیگر ممکن است قرنها به سکون بمانند. اینکه تحول و توسعه عمده‌ای در عرصه فناوری روی دهد یا نه وابسته است به مناسبات اجتماعی حاکم و نه قسمی سایق درونی و ذاتی. بعضی مارکسیست ها اجبار به توسعه نیروهای مولد را نه قانون کل تاریخ بلکه فرمان لازم الاجرایی مختص سرمایه‌داری تلقی می کنند. آنها در این پیشورز مناقشه می کنند که به دنبال هر شیوه تولیدی لاجرم شیوهی مولدتر می آید. این که آیا خود مارکس هم در زمره این دسته از مارکسیست هاست محل منازعه است. در ثانی، روشن نیست که بعضی طبقات اجتماعی با چه سازوکاری برای انجام رسالت توسعه نیروهای مولد
برگزیده می شوند. از هرچه بگذریم، آن نیروها شخصیتی شبهوار نیستند که بتوانند مثل ارواح صحنه اجتماعی را گز کنند و یک کاندیدای خاص را برای دستیاری خیش برگزینند. طبقه حاکم البته از سر نودوستی نیروهای مولد را توسعه نمی دهند و همچنین قدرت را برای سیر کردن شکم گرسنه‌ها و پوشاندن لباس به تن برهنه ها قبضه نمی کنند، بلکه به دنبال منافع مادی خیشند و از قبل مازاد دسترنج کار دیگران فربه می شوند. اعتقاد بر این است که آنها در جریان این کارها بیان که خود بدانند نیروهای مولد را در کل توسعه می دهند و در کنار آنها دست کم در بلند مدت بر ثروت مادی و البته معنوی نوع بشر می افزایند. آنها به فکر تأمین منابع و امکاناتی هستند که در جوامع طبقاتی اکثر مردم از آنها محرومند، اما در جریان این کار مردریگی از خود به جا می‌گذارند که جمعی آدمیان اعم از مرد و زن روزی در جامعه کمونیستی فردا آن را به ارث خواهند برد. مارکس به وضوح می‌اندیشد ثروت مادی می‌تواند به سلامت معنوی و اخلاقی ما لطمه زند. با این حال برخلاف برخی متفکران ایدئالیست، مارکس هیچ شکاف عظیمی میان مادیات و معنویات نمی‌بیند. از نظر او به جنبش درآمدن نیروهای مولد لاجرم با شکوفا شدن نیروها و توانمندی‌های خلاقه بشری همراه است. به یک معنی تاریخ به هیچ روی حکایت پیشرفت نیست، بلکه ما همواره تلو تلو خوران از یک شکل جامعه طبقاتی، از یک نوع ظلم و استثمار به شکل و نوعی دیگر می غلطیم. به یک معنی دیگر، اما این روایت روباور را می توان حرکتی دارای فراز و نشیب دانست، چرا که به مرور زمان انسانها نیازها و خواهشهای پیچیده تر پیدا می کنند، به شیوه هایی ظریف‌تر و ارضا کننده تر همکاری می کنند و انواع تازه‌ای از روابط و برآوردن حوایج می آفرینند. مجموعه انسانها در کل در جامعه کمونیستی فردا این میراث غنی را به ارث خواهند برد، اما فرایند گردآوری این میراث را نمیتوان از خشونت و استثمار جدا کرد. در پایان شکلی از مناسبات اجتماعی برقرار خواهد شد که این ثروت انباش شده را در راه نفع همگان به کار خواهد بست. اما خود فرایند انباشت لاجرم با محروم ساختن بخش اعظم مردان و زنان از برخورداری از ثمرات آن همراه است. به گفته مارکس میتوان گفت همیشه وجه بد تاریخ است که آن را به پیش میبرد. چون این مینماید که انگار بی‌عدالتی اکنون برای دستیابی به عدالت آینده اجتناب ناپذیر است. این هدف با وسایل خیش نمیخواند. اگر هیچ استثماری در کار نبود، هیچ توسعه چشمگیری در نیروهای مولد شاهد نبودیم. و اگر هیچ توسعه چشمگیری در کار نبود، هیچ شالوده مادی برای سوسیالیسم هم پدید نمی آمد. بیشک حق با مارکس است که مادیات و معنویات با یکدیگر هم تعارض دارند، هم تبانی. او صرفاً جامعه طبقاتی را به جهت فجایع اخلاقی و معنویش محکوم نمی کند. هرچند بیگمان این کار را هم می کند. او در ضمن تصدیق می کند که شکوفا شدن قابلیت‌های معنوی انسان به شالوده‌های مادی نیاز دارد. با شکم گرسنه که نمی توان رابطه‌ای معقول و انسانی داشت. هر گونه گسترش ارتباط‌های انسانی به همراه خود شکل‌های جدیدی از باهم بودن و گونه‌های تازه‌ای از جدایی پدید می‌آورد. فناوری‌های جدید ممکن است مانع از فعلیت یافتن قوای انسانی شوند، اما در عین حال می‌توانند به شکوفایی آنها کمک کنند. نباید با چشم و گوش بسته مدرنیته را ستود، ولی نباید هم با نفرت و بیزاری آن را رد کرد. صفات مثبت و منفی مدرنیته عمدتاً جنبه‌های یک فرایند واحدند. به همین علت است که فقط یک رهیافت دیالکتیکی می‌تواند حق مطلب را درباره مدرنیته ادا کند. رهیافتی که می‌داند چگونه تناقض جزء ذات مدرنیته است. با همه این احوال نظریه مارکس درباره تاریخ پاره‌ای مشکلات جدی هم دارد. برای مثال چرا یک سازوکار واحد تعارض میان نیروها و مناسبات تولید در گذار
از یک عصر از جامعه طبقاتی به عصر دیگر در کار است. چه چیز این تداوم غریب را آن هم در برهه‌های تاریخی طولانی توجیه می‌کند؟ وانگهی اگر نیروهای مخالف سیاسی قدرت کافی برای برانداختن یک طبقه مسلط داشته باشند، چرا سرنگونی آن طبقه حتی در اوج قدرتش ممکن نباشد؟ آیا واقعا باید صبر کنیم تا نیروهای مولد به سستی گرایند؟ و آیا ممکن نیست رشد نیروهای مولد در عمل به تضعیف طبقه‌ای بیانجامد که مترصد است قدرت را به دست گیرد؟ مثلا با ایجاد شکل‌های تازه‌ای از فناوری سرکوب؟ راست است که با رشد نیروهای مولد کارگران می توانند ماهرتر، سازمان یافته‌تر و فرهیخته‌تر شوند و شاید قدرت درک و اعتماد به نفسشان در سیاست بیشتر شود. اما به همین علت همچنین ممکن است تانک ها، دوربین های مداربسته، روزنامه های دست راستی و شیوه های مختلف برون سپاری کار افزایش یابند. فناوری های جدید ممکن است شمار بیشتری را از کار بیکار کنند و بدین سان به رخوت و انفعال سیاسی بکشانند. به هر حال آمادگی یک طبقه اجتماعی را برای انقلاب فقط نمیتوان در قدرت آن طبقه برای توسعه نیروهای تولید خلاصه کرد. ظرفیت های یک طبقه تابع طیف وسیعی از عوامل گوناگون است و چگونه میتوان دریافت که یک مجموعه خاص از مناسبات اجتماعی برای نیل بدان مقصود مفید خواهد بود. تغییر مناسبات اجتماعی را نمیتوان صرفاً با توسعه نیروهای مولد تبیین کرد و همانطور که شاید بتوان از انقلاب صنعتی شاهد آورد، دگرگونی‌های سرنوشت ساز در نیروهای مولد لزوماً به شکل‌گیری مناسبات اجتماعی جدید نمی‌انجامند. یک مجموعه واحد از نیروهای مولد می‌تواند با مجموعه متفاوتی از مناسبات اجتماعی همزیستی کند. مثلا نظام استالینی و سرمایه‌داری صنعتی. و وقتی به کشاورزی دهقانی غیر مکانیزه از عهد باستان تا عصر مدرن نظر می‌کنیم، می‌بینیم که طیف وسیعی از انواع مناسبات اجتماعی و شکل‌های مختلف مالکیت ممکن بوده است. و گاه یک مجموعه واحد از مناسبات اجتماعی ممکن است انواع گوناگونی از نیروهای مولد به وجود آورد. مثلا صنعت سرمایه‌دارانه و کشاورزی سرمایه‌دارانه. نیروهای مولد و مناسبات تولید همیشه تاریخ پا به پای هم نمی‌رقصند. راست این است که هر مرحله از توسعه نیروهای مولد راه را برای طیف کاملی از مناسبات اجتماعی ممکن هموار می‌کند و هیچ تضمینی نیست که هیچ مجموعه ای از این مناسبات فعلیت یابند و هیچ تضمینی هم نیست که وقتی به زنگاه تاریخی از راه برسد یک عامل بالقوه انقلابی به راحتی موجود باشد. گاهی هیچ طبقه ای در دست نیست که بتواند نیروهای مولد را به پیش برد، اتفاقی که در چین قدیم افتاد. با همه این اوصاف، پیوند میان نیروها و مناسبات اجتماعی پیوندی روشنگر و راهگشاست. از جمله به ما می‌فهماند که ظهور بعضی مناسبات اجتماعی معین موقوف است به حد معینی از تکامل نیروهای مولد و اگر بناست رفاه و آسایش بعضی از مردم بسیار بیش از دیگران باشد، به تولید مازاد اقتصادی چشمگیری نیاز هست و این فقط با رسیدن به حد معینی از توسعه نیروهای مولد میسر است. اگر هر کسی در جامعه برای چندر غاز مجبور باشد تمام عمر بز بچراند یا روی زمین جان بکند، دیگر نمیتوان یک دربار مجلل را با انبوهی خونیاگر، پادو، دلغک و پرده‌دار اداره کرد. پیکار طبقاتی اساساً پیکاری بر سر مازاد است و مادام که این مازاد به مقدار کافی برای همه موجود نباشد، به احتمال قوی پابرجا خواهد ماند. طبقه زمانی به وجود می آید که تولید مادی چنان سازمان یافته باشد که بعضی افراد مجبور باشند برای زنده ماندن مازاد کار خیش را به دیگران واگذار کنند و هرگاه مازادی نباشد یا ناچیز باشد، همانطور که در کمونیسم به اصطلاح بدوی بود، هر کس باید کار کند و هیچ کس نمی تواند از قبل زحمت و مهنت دیگران گذران کند و بدین سان هیچ طبقه ای در کار نتواند بود. بعدها
مازاد کافی برای تأمین هزینه های طبقه هایی چون خاوندان فئودال ایجاد خواهد شد، طبقه هایی که با دسترنج زیر دستانشان زندگی می کنند. تنها در سرمایه‌داری می توان مازاد کافی برای رفع معضل کمیابی و بدین سان برچیدن طبقه های اجتماعی تولید کرد، اما فقط سوسیالیسم است که می تواند به این امکان جامعه عمل بپوشاند. با این همه روشن نیست که چرا نیروهای مولد باید همواره بر مناسبات اجتماعی چیره شوند؟ چرا مناسبات اجتماعی باید همیشه گوش به فرمان نیروهای مولد باشند؟ از این گذشته، این نظریه از قرار معلوم با نحوه توصیف مارکس درباره گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری یا از پاره جهات از بردهداری به فئودالیسم همخوانی ندارد. این هم راست است که بعضی طبقه های اجتماعی به رغم ناتوانیشان در پیشبرد رشد نیروهای مولد غالباً قرنها بر مسند قدرت ماندند. یکی از ایرادهای واضح این الگوی نظری ابتنایش بر اصالت موجبیت یا جبر است. از قرار ظاهر هیچ چیز نمیتواند در برابر پیشروی نیروهای مولد ایستادگی کند. تاریخ به موجب یک منطق ناگزیر درونی معمای خود را حل می کند. در تاریخ یک فاعل یا سوژه واحد، یعنی همان نیروهای مولدی که پیوسته رشد می کنند، وجود دارد که در سرتاسر آن گسترش می یابد و ساختارهای سیاسی گوناگونی برمی سازد. این دیدگاهی به شدت متافیزیکی است. با این همه نمی توان آن را سناریوی ساده نگرانه پیشرفت تلقی کرد. سرآخر توانایی ها و توانمندی های بشری که همپای نیروهای مولد تکامل میابند زمینه را برای نوع عالی تری از بشریت آماده می کنند، اما به بهایی بس گزافت. هر توسعه یا پیشرفتی در نیروهای مولد یک پیروزی است، هم برای تمدن و هم برای توحش. درست است که این توسعه امکانهایی تازه برای رهایی بخشی به دنبال داشته، اما دستانش نیز به خون آلوده است. مارکس به هیچ وجه دلال ساده اندیشه پیشرفت نبود. او از هزینه وحشتناک کمونیسم نیک آگاه بود. به نظر می رسد همین حقیقت که مبارزه طبقاتی وجود دارد نشان می دهد مردان و زنانی آزاد نیز هستند. دشوار بتوان گفت اعتصاب ها، تعطیل و اشغال و کارخانه ها به اشارت نیروی تقدیری از جنس مشیت صورت می گیرد. ولی آیا می توان تصور کرد همین آزادی به تعبیری از قبل برنامه ریزی شده و بدل به عاملی در پیشروی توقف ناپذیر تاریخ گردیده است؟ اینجا شباهتی دیده می شود با آنچه در الهیات مسیحی بازی میان مشیت الهی و اختیار بشری قلمداد می شود. از دید یک مسیحی، وقتی من رئیس پلیس محل را خفه کنم، این کار را از روی اختیار می کنم. اما خداوند از روی علم ازلی این کار مرا پیشبینی کرده است و آن را در طرح مقدر خیش برای نوع بشر گنجانیده است. خداوند مرا مجبور نکرد تا جمعه پیش لباس رسمی خدمتکار خانه را برتن کنم و اسم خود را میلی بگذارم. اما او به موجب علم مطلقش می دانست که من می توانم با این کار و با در نظر داشتن وظیفه میلی طرح کیهانی او را پیاده کنم و خواهم کرد. وقتی من به دعا از خدا می خواهم به جای خرس عروسکی گوش سگی دراز و کثیفم که الان روی بالشم خوابیده یک عروسک نازتر و تر و تمیزتر به من بدهد، قضیه این نیست که خدا هیچ وقت ته ته ذهنش نمی خواسته چون این لطفی به من بکند، اما تا دعای مرا می شنود نظرش را عوض می کند. خدا نمیتواند نظرش را برگرداند. قضیه این است که او از روی علم ازلی تصمیم میگیرد به علت دعای من یک خرس عروسکی تازه به من بدهد و البته او دعای مرا نیز از روی علم ازلیش پیشبینی کرده است. به این معنی ظهور ملکوت خداوند در آینده از پیش مقدر نشده است. ملکوت خدا فقط و فقط در صورتی از راه خواهد آمد که مردان و زنان امروز در راهش به جان بکوشند، اما همین امر که ایشان از روی اختیار خیش در راه ملکوت خدا خواهند کوشید نتیجه قهری فیض خداوند است. مشابه همین نسبت را می توان در بازی میان آزادی و ضرورت در مارکس دید.
گاهی به نظر می رسد مارکس معتقد است مبارزه طبقاتی گرچه به یک معنی به اختیار انسان‌ها بسته است، لاجرم در بعضی اوضاع و احوال معین تاریخی تشدید می شود و بعضی اوقات نتیجه اش را می توان با قطع و یقین پیش بینی کرد. مثلا مسئله سوسیالیسم را در نظر بگیرید. مارکس ظاهراً ظهور سوسیالیسم را اجتناب ناپذیر و ضروری می داند. او بارها به این نکته اشاره کرده است. در مانیفست کمونیسم سقوط طبقه سرمایه‌دار و پیروزی طبقه کارگر به یک اندازه اجتناب ناپذیر توصیف می شوند. اما نه به این علت که به اعتقاد مارکس قسمی قانون سری در متن تاریخ مندرج است که قطع نظر از رفتار و کردار مردان و زنان واقعی راه سوسیالیسم را هموار خواهد کرد. اگر چنین بود، چرا مارکس میبایستی بر ضرورت مبارزه سیاسی پای بفشارد؟ اگر سوسیالیسم به واقع اجتناب ناپذیر است، شاید لازم نباشد کاری به غیر از انتظار ظهور آن کنیم. و یا گاهی خوراک کاری سفارش دهیم و در انتظار غذا روی میز ضرب بگیریم. اعتقاد به موجبیت یا جبر تاریخی دستور غذای تسلیم و رضای سیاسی است. این نگرش در قرن بیستم نقش مهمی در شکست نهضت کمونیستی در نبرد با فاشیسم داشت، چرا که کمونیست ها چند سباهی یقین کرده بودند که فاشیسم چیزی نیست مگر نفسهای آخر نظام سرمایه‌داری در آستانه نابودی. شاید کسی بگوید در قرن 19 هم بودند کسانی که گاه با اشتیاق تمام انتظار امر اجتناب ناپذیر را می کشیدند. اما این قضیه در مورد ما مصداق ندارد. جمله هایی که با عبارت حال اجتناب ناپذیر است که آغاز می شوند، عموماً تنینی شوم و پرآزار دارند. مارکس باور ندارد معنای اجتناب ناپذیری سوسیالیسم این باشد که می توانیم راحت و آسوده در بسترهایمان بیارمیم. به اعتقاد او، همین که سرمایه‌داری به طور قاطع از پای درآمد، مردمان کارگر هیچ دلیلی نخواهند داشت که قدرت را به دست نگیرند و به هزار دلیل باید به دست گیرند. ایشان در خواهند یافت که تغییر نظام موجود به نفعشان است و چون اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، قدرت تغییر آن نظام را نیز دارند. پس از آن حیث که ایشان حیواناتی ناطقند، دست به کار ثواب خواهند زد و نظام دیگر خواهند ساخت. وقتی می توانیم رژیمی را که این زندگی سگی و نکبتبار را به ما تحمیل کرده است به سود خیش تغییر دهیم، چرا باید تعلل کنیم؟ وقتی خارش پایت از حد تحمل می گذرد، اگر توانش را داشته باشی، چرا نباید آن را بخارانی؟ درست همانطور که از نظر مسیحیان فعل انسان جزئی از مشیت الهی و با این همه از روی اختیار است، از نظر مارکس نیز فروپاشی سرمایه‌داری ناگزیر مردان و زنان را بدانجا سوق می‌دهد که از روی اختیار خیش تومار آن را بپیچند. پس او در این باره سخن می‌گوید که مردان و زنان آزاد در اوضاع و احوال معین مجبورند چه کنند، اما این یقیناً تناقض است، زیرا آزادی یعنی شما مجبور به انجام هیچ کاری نیستید. اگر روده کوچکتان روده بزرگتان را هم بخورد، مجبور نیستید کباب خوک مفصل را یک جا به نیش بکشید. اگر مسلمانی متشرع باشید، شاید ترجیح دهید از گرسنگی بمیرید. اگر برای من فقط امکان انجام یک عمل باشد و اگر برای من اجتناب از آن محال باشد، آنگاه در آن وضعیت من آزاد نیستم. شاید سرمایه‌داری همینک یک قدم تا سقوط فاصله داشته باشد، اما ممکن است جای آن را سوسیالیسم نگیرد، چه بسا فاشیسم یا بربریت جایگزین آن شود. شاید طبقه کارگر زیر فشار کمرشکن ناتوانتر و ناامیدتر از آن شده باشد که بتواند نظامی تازه بنا کند. در یک مقطع تاریخی که به طرز غریبی یأس‌آور بود، مارکس اظهار داشت مبارزه طبقاتی ممکن است به نابودی همزمان دو طبقه متخاصم بیانجامد، یا ممکن است نظام حاکم با دست زدن به اصلاحاتی چند موفق به دفع قیام سیاسی شود، احتمالی که مارکس نمیتوانست به طور کامل پیش بینی کند. سوسیال دموکراسی خود سدی است در برابر فاجعه.
به این طریق مازاد گردآمده با نیروهای توسعه یافته تولید میتواند برای خریدن انقلاب به کار گرفته شود، امری که به هیچ وجه با شاکله تاریخی مارکس نمیخواند. او از قرار معلوم معتقد است رونق سرمایه‌داری امری موقتی بیش نیست و نظام سرمایه‌داری سرانجام از پای در خواهد آمد و آنگاه طبقه کارگر ناگزیر به پا خواهد خاست و قدرت را به دست خواهد گرفت. اما این روایت از جهتی این احتمال را در نظر نمی‌گیرد که سرمایه‌داری حتی در هنگامه‌های بحران می‌تواند با انواع و اقسام ترفندها که در زمانه ما به مراتب پیچیده‌تر از زمانه خود مارکس شده‌اند همچنان رضایت شهروندان خیش را جلب کند. در عهد مارکس خبری از فاکس نیوز و دیلی میل نبود. البته آینده دیگری را هم میتوان پیش چشم مجسم ساخت، اینکه اصلا آینده‌ای در کار نباشد. مارکس نمیتوانست امکان هیچ هولوکاست هسته‌ای یا فاجعه زیست محیطی را پیش بینی کند، یا شاید اینکه طبقه حاکم روزی بر اثر اصابت شهاب سنگی با زمین به زیر کشیده شود، سرنوشتی که بعضی از اصحاب قدرت چه بسا آن را به انقلاب‌های سوسیالیستی ترجیح بدهند. حتی کشتی جبرگراترین نظریه درباره تاریخ هم بر اثر برخورد با این قسم وقایع تصادفی به گل خواهد نشست. همچنان میتوان بررسی کرد که مارکس در واقع تا چه اندازه در اداد معتقدان به جبر تاریخی قرار میگیرد. اگر در کار مارکس هیچ فکر بدیعی نبود به غیر از ایده نیروهای مولدی که مناسبات اجتماعی معینی را به وجود می آورند، آنگاه پاسخ روشن بود. در این صورت مارکسیسم نوعی جبرگرایی تمام عیار بود و امروزه کمتر مارکسیستی حاضر است سنگ چنین فکری را به سینه زند. بر پایه این دیدگاه آدمیان نیستند که تاریخ خیش را می آفرینند. نیروهای مولدند که برای خود قسمی زندگی بت‌پاره و عجیب و غریب دارند. با این همه جریان فکری متفاوتی هم در نوشته‌های مارکس به چشم می‌خورد که مناسبات اجتماعی تولید را مقدم بر نیروهای مولد می‌داند و نه بالعکس. فئودالیسم جای خود را به این علت به سرمایه‌داری نداد که سرمایه‌داری می‌تواند به شیوهی کارآمدتر از فئودالیسم نیروهای مولد را توسعه دهد. علت سقوط فئودالیسم این بود که مناسبات اجتماعی فئودالی در نواحی روستایی رفته رفته به وسیله مناسبات سرمایه‌دارانه سرنگون شد. فئودالیسم اوضاع و احوالی آفرید که در آن طبقه نوپای بورژوا میتوانست ببالد، اما این طبقه بر اثر رشد نیروهای مولد نبود که سر برآورد. وانگهی علت توسعه نیروهای تولید در چارچوب فئودالیسم نه تمایل ذاتی آن نیروها به رشد و توسعه، بلکه پاره‌ای منافع طبقاتی بود. و در دوره مدرن نیز اگر می‌بینیم نیروهای مولد با شتابی چنین سرسام‌آور طی دو قرن گذشته رشد کرده‌اند، علتش آن است که سرمایه‌داری نمی‌تواند بدون توسعه مدام زنده بماند. بر پایه این نظریه بدیل در حقیقت آدمیانند که در قالب مناسبات اجتماعی و مبارزات طبقاتی تاریخ خیش را پدید می آورند. مارکس یک بار در اظهار نظری چنین گفت که او و انگلز به مدت 40 سال بر این نکته پای فشردند که مبارزه طبقاتی بی هیچ واسطه نیروی پیشبرنده تاریخ است. اما نکته اصلی درباره مبارزه طبقاتی این است که نتیجه آن را نمیتوان پیش بینی کرد و از همین روی اعتقاد به جبر یا موجبیت هیچ پایه و اساسی در مارکسیسم ندارد. همیشه میتوان استدلال کرد کشمکش طبقاتی امری مقدر و تعیین شده است، یعنی طبقات اجتماعی همواره به حکم ماهیتشان منافع و علایقی متعارض را دنبال میکنند و تکلیف این تعارض را همیشه شیوه تولید تعیین میکند. اما این تعارض عینی منافع فقط هر از چندی به قالب یک نبرد سیاسی تمام عیار در می آید و بعید است بتوان نتیجه این نبرد را از قبل روشن دانست. مارکس احتمالاً سوسیالیسم را اجتناب ناپذیر می انگاشت، اما یقیناً لایحه اصلاح وضع کارخانجات در بریتانیا یا کمون پاریس را اجتناب ناپذیر نمی دانست. اگر او واقعا طرفدار دو آتشه اصل جبر یا موجبیت بود، می توانست به ما بگوید سوسیالیسم کی و چگونه از راه خواهد رسید. شاید بتوان او را از حیث مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی پیامبری سیاسی قلمداد کرد، اما بیگمان او جام جهان نما نداشت.
مارکس می نویسد: تاریخ هیچ نمی کند، هیچ ثروت هنگفتی ندارد، هیچ جنگی به راه نمی اندازد. انسان است، انسان زنده واقعی که دست به همه این کارها می زند، دارایی جمع می کند و می جنگد. تاریخ شخص مجزایی نیست که آدمی را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خیش گرداند. تاریخ هیچ نیست مگر فعالیت انسانی که اهداف خیش را دنبال می کند. هنگامی که مارکس درباره مناسبات طبقاتی در جهان باستان، قرون وسطا یا مدرن سخن می‌گوید، اغلب چنان می‌نویسد که گویا این مناسبات اولویت دارند. او ضمناً تأکید می‌کند هر یک از شیوه‌های تولید، از بردهداری و فئودالیسم تا سرمایه‌داری، قانون‌های رشد و توسعه متمایزی ویژه خود دارد. اگر چنین باشد، آنگاه دیگر لازم نیست در چارچوب یک فرایند تاریخی دقیقاً خطی بیاندیشیم. فرایندی که در آن هر شیوه تولید در انطباق با قسمی منطق درونی به دنبال شیوهی دیگر می آید. هیچ بیماری شایعی در فئودالیسم وجود ندارد که آن را ناگزیر به سرمایه‌داری بدل کند. دیگر نمی توان گفت فرشینه تاریخ را از تار و پودی واحد بافتند. تاریخ مجموعه است از تفاوت‌ها و گسستگی‌ها. اقتصاد سیاسی بورژوایی است و نه مارکسیسم که در چارچوب قانون‌های تکاملی عام می‌اندیشد. راستش را بخواهید، خود مارکس شکوه داشت که او را متهم می‌کنند به اینکه می‌خواهد کل تاریخ را تابع یک قانون واحد سازد. او به شدت از چنین انتزاع‌های بیروحی بیزار بود، انتزاع‌هایی که برازنده رمانتیک‌های نازنین است. او به تأکید می گفت روش ماتریالیستی به ضد خود بدل می شود اگر آن را نه یکی از اصول راهنمای تحقیق بلکه الگویی حاضر آماده در نظر گیریم که امور واقع تاریخ را به شکلی سازگار با خودش ارائه می کند. او هشدار می دهد که نباید دیدگاه او را درباره خواستگاه های سرمایه‌داری به صورت نظریه تاریخی فلسفی درباره مسیر عامی درآوریم که تقدیر برای همه ملت‌ها با هر گونه اوضاع و احوال تاریخی که خود را در آن می‌یابند تجویز می‌کند. درست است که پاره‌ای جریان‌های معین در تاریخ مؤثرند، اما جریان‌های ضد آنها نیز هستند که وجودشان نشان می‌دهد درباره نتایج هیچ یقینی نمی‌توان حاصل کرد. بعضی مارکسیست‌ها قضیه اولویت نیروهای مولد را کم اهمیت جلوه دادند و در مقابل بر روی نظریه بدیلی که همکنون بررسی کردیم تأکید نهادند. اما این موضوع احتمالاً زیادی تدافعی است. از آنجا که الگوی اول در نقاط بسیار مهمی از کارهای مارکس دیده می شود، می توان گفت مارکس آن را کاملاً جدی می گرفته است. نمی توان آن را لغزش و انحرافی موقت در تفکر او ارزیابی کرد. و این ضمناً تعبیری است که مارکسیست هایی چون لنین و تروتسکی عموماً از مارکس عرضه می کردند. برخی شارحان معتقدند مارکس در زمان نگارش سرمایه کم و بیش دست از اعتقاد سابقش به نیروهای مولد در مقام قهرمانان تاریخ شسته بود. این توجیه شارحان دیگر را چندان مجاب نمی کند. اما شاگردان مکتب مارکس مختارند تا خود تعیین کنند که کدام اندیشه های مطرح شده در کار او موجه تر می نماید. فقط بنیادگرایان مارکسیستند که کار او را وحی منزل می انگارند و شمار ایشان امروز بسی کمتر است از شمار بنیادگرایان مسیحی. هیچ قرینه‌ای به دست نیست که نشان دهد مارکس در کل قائل به جبر یا موجبیت است. چرا که او اختیار انسانها در حوزه عمل را انکار نمی کند. برعکس، او به وضوح به اختیار بشر اعتقاد دارد و همواره و خصوصا در یادداشت‌هایش در روزنامه‌ها در این باره سخن می‌گوید که افراد می‌توانستند و گاهی می‌بایستی به شیوه‌ای متفاوت عمل کنند، هرچند تاریخ بر انتخاب‌های ایشان حد زده باشد. انگلز که گروهی او را هوادار تمام عیار اصل جبر و موجبیت می‌دانند، همیشه به استراتژی‌های نظامی علاقه داشت که بعید از تابع تقدیر باشند. مارکس هم غالباً شجاعت و استقامت را برای پیروزی‌های سیاسی ضروری می‌دانست و ظاهراً باور داشت که رخدادهای تصادفی نقش سرنوشت‌سازی در فرایندهای تاریخی دارند. این واقعیت تلخ که مبارزان طبقه کارگر در فرانسه در 1849 بر اثر وبا تارومار شدند، شاهد مثالی است از همین قضیه.
به هر تقدیر ناگزیری را انواع متفاوتی هست. میتوان بعضی امور را ناگزیر دانست اما قائل به جبر و موجبیت نبود. حتی اختیارگرایان هم مرگ را اجتناب ناپذیر میدانند. اما اگر تعداد زیادی تگزاسی زور بزنند خود را داخل یک باجه تلفن بچپانند، بعضی از آنها به ناچار تکه بزرگشان گوششان خواهد بود. اینجا پای فیزیک در میان است نه تقدیر. این قضیه دخلی به این واقعیت ندارد که آنها خود را از روی اختیار در آن باجه چپاندند. اعمالی که ما از روی اختیار انجام می‌دهیم غالباً عاقبت در هیئت نیروهای بیگانه در برابر ما می‌ایستند. نظریه های مارکس درباره از خود بیگانگی و بت‌وارگی کالاها دقیقاً بر همین حقیقت استوار است. ناگزیری معانی دیگری هم دارد. این ادعا که پیروزی عدالت در زیمبابوه ناگزیر است، شاید به این معنا نباشد که این پیروزی قطعاً روی خواهد داد. شاید در اینجا بحث بر سر الزامی اخلاقی یا سیاسی باشد. بدین معنا که گزینه دیگر وحشتناکتر از آن است که بدان فکر کنیم. شاید مراد از سوسیالیسم یا توحش این نباشد که ما بدون شک در نهایت محکوم به زیستن در یکی از این دو شق خواهیم بود. شاید منظور از این دوراهی تأکید بر عواقب باور نکردنی نرسیدن به سوسیالیسم باشد. مارکس در ایدئولوژی آلمانی میگوید در زمانه حاضر افراد باید بساط مالکیت خصوصی را برچینند، اما این باید بیشتر از مقوله توسعه و ترغیب سیاسی است تا اظهار این نظر که افراد گزینه دیگری ندارند. پس مارکس شاید در کل قائل به جبر و موجبیت نباشد، اما در کارهای او فرمولبندی های فراوانی یافت می شود که حسی از جبر و موجبیت تاریخی را الغا می کنند. او گاهی قانونهای تاریخی را به قانونهای طبیعی تشبیه می کند و در سرمایه از قانونهای طبیعی سرمایه داری سخن می گوید که به موجب ضرورتی آهنین به سوی نتایجی ناگزیر راه می برند. وقتی شارحی میگوید مارکس در نوشته‌های خود با تطور جامعه به سان فرایندی از تاریخ طبیعت برخورد می‌کند، ظاهراً مارکس بر این تلقی صحه می‌گذارد. او همچنین با لحنی تاییدآمیز گفته یکی از منتقدان نوشته‌هایش را نقل می‌کند که معتقد است کار مارکس تلاشی است برای اثبات ضرورت نظم کنونی امور و ضرورت نظمی دیگر که نظم اول ناگزیر باید جای خود را به آن بدهد. روشن نیست که چگونه این جبرگرایی سختگیرانه با محوریت مبارزه طبقاتی جور در می آید. انگلس در بعضی موارد بین قانونهای تاریخی و قانونهای طبیعی به دقت تمایز می گذارد و در دیگر موارد از شباهتهای میان آن دو دفاع می کند. مارکس همواره با این فکر کلنجار می رفت که برای تاریخ شالودهی در طبیعت پیدا کند، اما در ضمن بر این واقعیت پای می فشرد که تاریخ را ما می سازیم اما طبیعت را نه. او گاهی از کاربرد زیست شناسی در تبیین تاریخ بشر انتقاد می کند و تصور قانونهای تاریخی واجد اعتبار عام را مردود می خواند. همچون بسیاری از متفکران قرن 19 مارکس از حجیت علوم طبیعی که آن زمان الگوی برتر دانش بود به نفع خود استفاده می کرد تا برای کار خیش مشروعیتی دست و پا کند. اما شاید این باور هم در او بود که قانونهای به اصطلاح تاریخی را می توان با قاطعیت قانونهای علمی شناخت. با همه این اوصاف مشکل بتوان پذیرفت که از نظر مارکس تمایل ظاهری نرخ سود سرمایه دارانه به کاهش عیناً مانند قانون جاذبه در فیزیک است. بعید است مارکس تطور تاریخ را مانند سیر شکلگیری یک طوفان تندری قلمداد کند. راست است که به نظر او سیر رویدادهای تاریخی از شکلی معنیدار پرده بر می دارد. اما بعید است که او در این اعتقاد تنها باشد. تعداد کسانی که تاریخ بشر را کاملا تصادفی می دانند چندان زیاد نیست، اما هیچ نظم و ترتیبی یا جریان وسیعا قابل پیشبینی در حیات اجتماعی نبود. ما قادر به انجام کارهایی هدفمند نمی بودیم. انتخاب بین قانونهای آهنین از یک طرف و حاویه محض از طرف دیگر نیست. هر جامعه همچون هر عمل بشری راه را برای پاره آینده های ممکن باز می کند و برای پاره دیگر می بندد. اما این بازی جبر و اختیار به هیچ وجه نوعی از ضرورت آهنین نیست.
اگر تلاش کنید سوسیالیسم را در چارچوب اقتصادی فلک زده بنا کنید، آنگاه هیچ بعید نیست آنچنان که دیدیم کار به گونه ای از رژیم استالینی بیانجامد. این یک الگوی موثق تاریخی است که خیلی کثیر آزمایش‌های شکست خورده اجتماعی تاییدش می‌کنند. لیبرال ها و محافظه‌کارانی که معمولاً میانه‌ای با صحبت درباره قانون‌های تاریخی ندارند، وقتی پای این مورد خاص به میان می‌آید، لحن خود را تغییر می‌دهند. اما این ادعا که پایان مقدر این راه رژیم استالینی است، پیشامدهای تصادفی تاریخ را از قلم می اندازد. شاید مردمان عادی به پا خیزند و قدرت را به دست گیرند. شاید مجموعه از ملتهای ثروتمند به نحوی نامنتظر به یاری شما بشتابند. شاید هم یک بار خود را مالک بزرگترین میدان نفتی زمین بیابید و از این نعمت خدادادی در جهت ساختن اقتصادی دموکراتیک استفاده کنید. قضیه درباره روال تاریخ به همین منوال است. به نظر نمی رسد مارکس معتقد باشد شیوه های گوناگون تولید از بردهداری باستان تا سرمایه‌داری مدرن طبق الگویی تغییر ناپذیر به دنبال هم آمدند. انگلس می گفت تاریخ جست و خیز کنان و در مسیری پرپیچ و خم حرکت می کند. از یک طرف شیوه های متفاوت تولید در وهله اول صرفاً به دنبال یکدیگر نمی آیند. می توانند به اتفاق هم در یک جامعه واحد حضور داشته باشند. از طرف دیگر مارکس معتقد بود دیدگاه‌هایش درباره گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری مشخصاً درباره جهان غرب مصداق دارد و نباید آنها را شمول عام بخشید. تا آنجا که به شیوه‌های تولید مربوط می‌شود، همه ملت‌ها لزوماً برای گذار از یک شیوه به شیوه‌ای دیگر مسیری واحد را نمی‌پیمایند. بولشویک‌ها قادر بودند با یک جهش از روسیه نیمه فئودالی به مملکتی سوسیالیستی گذر کنند، بدون آنکه یک دوره انتقالی طولانی را با سرمایه‌داری همه‌جانبه از سر بگذرانند. مارکس در یک مقطع به این باور رسید که کشور زادگاهش آلمان ابتدا باید یک مرحله حکومت بورژوایی از سر بگذراند تا بعد طبقه کارگر بتواند قدرت را به دست گیرد. البته بعدها به نظر می رسد مارکس این باورش را کنار گذاشت و به جای آن توصیه به نوعی انقلاب دائمی کرد که می توانست این مرحله ها را فشرده و در هم ادغام کند. دیدگاه متعارف فلسفه روشنگری درباره تاریخ قائل به فرایندی است که به صورتی طبیعی تطور و تکامل می‌یابد و هر مرحله آن خود به خود از دل مرحله قبلی بیرون می‌آید و در نهایت همان کلی را برمی‌سازد که ما به نام پیشرفت می‌شناسیم. برعکس روایت مارکسیستی از تاریخ سرشار است از خشونت، انشقاق، نزاع و انقطاع. بیشک در این روایت نیز از پیشرفت سخن به میان می آید. اما همچنان که مارکس در نوشته هایش در باب هندوستان گفته است، به خدای جبار می ماند که از کاسه سر قربانیانش شراب می نوشد. چند و چون اعتقاد مارکس به ضرورت تاریخی نه فقط موضوعی سیاسی و اقتصادی، بلکه مسئله اخلاقی نیز هست. به نظر نمی رسد فرض مارکس این بوده که فئودالیسم یا سرمایه‌داری باید به وجود آیند. از دل یک شیوه تولید خاص مسیرهای مختلفی میتواند برون آید. البته این آزادی عمل در تفسیر حد و حدودی هم دارد. امکان ندارد از دل سرمایه‌داری مصرفی به جامعه ای از شکارچیان بدوی برسیم، مگر آنکه در آن میان جنگی هسته‌ای فاصله بیاندازد. توسعه نیروهای مولد چنین به قهقرا رفتنی را هم کاملا غیر ضروری و هم عمیقا نامطلوب میگرداند. اما حرکت خاصی هست که از نظر مارکس ناگزیر است. برای رسیدن به سوسیالیسم به سرمایه‌داری نیاز هست. سرمایه‌داری تابع رقابت منفعت جویانه و بیوقفه است و به توسعه و گسترش بی‌امان نیاز دارد. اما به همین علت فقط سرمایه‌داری قادر است نیروهای مولد را تا بدان حد توسعه دهد که مازاد تولید آن نیروها را، البته در یک نظام سیاسی متفاوت، بتوان برای تأمین مایحتاج همگان به کار برد. برای برقراری سوسیالیسم ابتدا باید سرمایه‌داری داشت. یا بهتر بگوییم شاید لازم نباشد شما سرمایه‌داری داشته باشید، اما حتما یک کسی باید داشته باشد. مارکس گمان می‌کرد روسیه ممکن است به شکلی از سوسیالیسم دست یابد.
سوسیالیسمی نه مبتنی بر تاریخ سرمایه‌داری صنعتی، بلکه برآمده از دل کمونهای دهقانی. اما تصور نمی کرد بتوان بدون کمک منابع سرمایه‌داری از دیگر نقاط جهان به این هدف دست یافت. یک ملت خاص لازم نیست حتما از مجرای سرمایه‌داری بگذرد، اما اگر می‌خواهد به سوسیالیسم برسد باید جایی سرمایه‌داری وجود داشته باشد. این قضیه مسائل اخلاقی حادی را به پیش می‌کشد. درست همان گونه که بعضی مسیحیان شر را از یک جهت لازمه طرح و برنامه خداوند برای هدایت انسان می‌دانند، شما هم می‌توانید تفسیری ارائه کنید که به موجب آن مارکس ادعا می‌کند سرمایه‌داری را هرچند بر مدار سبوعیت و ظلم می‌گردد باید تحمل کرد تا به آینده سوسیالیستی دست یابیم که ناگزیر به دنبال آن خواهد آمد. و راستش نه فقط تحمل، بلکه باید با تمام توان آن را تشویق کرد. جاهایی در نوشته‌های مارکس هست که او به رشد سرمایه‌داری آفرین می‌گوید، زیرا فقط بدین سان راه سوسیالیسم هموار خواهد شد. فی‌المثل در یک سخنرانی به سال 1847 مارکس از تجارت آزاد دفاع می‌کند، چون آن را مایه تسریع ظهور سوسیالیسم می‌داند. او همچنین دلش می‌خواست اتحاد آلمان را به چشم ببیند، چرا که آن را مایه توسعه سرمایه‌داری در آلمان می‌پنداشت. در چندین جا در کارهای او میتوان یافت که این سوسیالیست انقلابی دل به طبقه سرمایه‌دار پیشروی می‌بندد که میتواند کار توحش و بربریت را یکسره سازد. اخلاقی بودن این رهیافت آشکارا مشکوک است. این چه فرقی دارد با برنامه‌های جنایت‌آمیز استالین یا ماو که به نام آینده سوسیالیستی پیاده می‌شد؟ هدف وسیله را تا چه حد توجیه می‌کند؟ و نظر به این که امروز کمتر کسی به ناگزیر بودن سوسیالیسم باور دارد، آیا نباید بیش از همیشه خط بطلان کشید بر این قسم قربانی کردن سبعانه اکنون در مسلخ آینده ای که شاید هرگز از راه نرسد؟ اگر سرمایه‌داری برای رسیدن به سوسیالیسم ضرورت دارد و اگر سرمایه‌داری نظامی ظالمانه است، آیا این بدان معنا نیست که ظلم و بی‌عدالتی اخلاقاً پذیرفتنی است؟ اگر می‌خواهیم در آینده به عدالت برسیم، آیا بایستی حتماً در گذشته بی‌عدالتی در کار بوده باشد؟ مارکس در نظریه‌های ارزش اضافی می‌نویسد: شکوفایی توانمندی‌های نوع بشر به بهای اکثریت افراد و حتی طبقات روی می‌دهد. منظورش این است که خیر و صلاح نوع بشر سرانجام در قالب کمونیسم ظفر خواهد یافت، اما رسیدن به این مقصود لاجرم با یک عالم رنج و بی‌عدالتی همراه خواهد بود. رونق و وفور نعمات مادی که هزینه‌های آزادی را عاقبت تأمین خواهد کرد، از رهگذر سلب بسیاری از آزادی‌ها به دست می‌آید. فرق هست میان ارتکاب شر به امید آن که شاید خیری از آن براید و تلاش برای استفاده احسن از شری که دیگری مرتکب شده است. سوسیالیست‌ها خود دست به جنایت‌های ملازم سرمایه‌داری نمی‌زنند، اما حال که سرمایه‌داری وجود دارد، حد اکثر استفاده از آن معقول به نظر می‌رسد و این استفاده از آن روی امکان پذیر است که سرمایه‌داری بیگمان شر محض نیست. این گونه فکر کردن به سرمایه‌داری ناشی از تنگ نظری و یکسونگری است، خطایی که در خود مارکس کمتر بدان برمی‌خوریم. چنان که دیدیم نظام سرمایه‌داری نه فقط توحش بلکه آزادی نیز، نه فقط بندگی بلکه رهایی نیز به بار می‌آورد. جامعه سرمایه‌داری ثروت هنگفتی تولید می‌کند، اما به شیوه‌ای که از دسترس اکثر شهروندانش دور می‌ماند. با این همه همواره این امکان هست که آن ثروت را در دسترس همگان قرار دهیم. این ثروت را میتوان از چنگ قالب‌های آزطلبانه و فردپرستانه‌ای که آن را تولید کرده اند بیرون کشید، آن را خرج کل اجتماع کرد و برای به حداقل رساندن سازوکارهای نامطلوب به کار بست. بدین قرار ثروت مذکور میتواند مردان و زنان را از زنجیرهای ضرورت اقتصادی برهاند و به ایشان حیاتی ارزانی دارد که در آن آزادانه خلاقیت بالقوه خیش را به فعلیت رسانند. این است دیدگاه مارکس درباره کمونیسم. هیچ یک از اینها دلیل نمی‌شود که ظهور سرمایه‌داری را خیر مطلق انگاریم. خیلی بهتر بود اگر می‌شد رهایی آدمیان با خون و عرق و اشکی به مراتب کمتر از این به دست می‌آمد. از این حیث نظریه مارکس درباره تاریخ استوار بر غایت‌شناسی نیست.
از منظر نظریه‌ای مبتنی بر قایت شناسی هر مرحله از تاریخ ناگزیر از دل مراحل قبل سر بر می آورد. هر مرحله از فرایند تاریخ به ذات خود ضروری است و در کنار دیگر مراحل این فرایند برای دستیابی به قایتی معین ضرورت دارد. خود آن قایت امری ناگزیر است و به مثابه نیروی محرک پنهان کل فرایند عمل می کند. هیچ چیزی نمیتواند از این روایت بیرون بماند و هر چیزی ولو به ظاهر مضر یا منفی به تحقق خیر کل کمک میرساند. این درس مارکسیسم نیست. این سخن که میتوان از سرمایه‌داری در راه آینده‌ای بهتر بهره برداری کرد بدین معنا نیست که سرمایه‌داری اساساً به همین دلیل وجود دارد، چنان هم نیست که سوسیالیسم به ضروره از سرمایه‌داری نتیجه شود. به این معنا هم نیست که جنایت‌های سرمایه‌داری را به وسیله ظهور سوسیالیسم می‌توان توجیه کرد. مارکسیسم ادعا نمی‌کند که سرمایه‌داری الا و لابد به وجود می‌آید. شیوه‌های مختلف تولید از روی ضرورت به وجود نمی‌آیند. چنان نیست که گویی آنها به میانجی یک منطق درونی با همه مراحل قبلی تاریخ پیوند خوردند. هیچ مرحله ای از فرایند تاریخ محض خاطر مراحل دیگر وجود ندارد. می توان به سیاق بلشویک ها از روی بعضی مراحل جست زد. هیچ تضمینی برای رسیدن به هدف وجود ندارد. تاریخ از نظر مارکس در هیچ جهت مشخصی به پیش نمی رود. می توان از سرمایه داری برای بنای سوسیالیسم استفاده کرد، اما به هیچ معنا نمی توان گفت کل فرایند تاریخ در خفا در راه این غایت کار می کند. پس عصر سرمایه داری مدرن مزایا و محاسنی بیچون و چرا به همراه داشته است. اختراع داروهای بیهوشی و اصلاح قوانین کیفری، کشف روش‌های مؤثر درمانی و برقراری آزادی بیان تنها چند نمونه از ویژگی‌های پرشمار این عصر هستند که به ذات خود با ارزشند و نه صرفاً به این دلیل که نظام سوسیالیسم آتی می‌تواند راهی برای استفاده از آنها پیدا کند. اما این لزوماً به معنای دفاع بی‌قید و شرط از نظام سرمایه‌داری نیست. میتوان استدلال کرد که حتی اگر جامعه طبقاتی دست بر قضا در پایان راه به سوسیالیسم برد، بهایی که نوع بشر برای دستیابی به این نتیجه شیرین مجبور شده بپردازد به راستی گزاف است. یک دنیای سوسیالیستی تا به کی باید زنده بماند و تا چه حد باید شکوفا شود تا بتوان با عطف نظر به گذشته رنجهای ناشی از تاریخ جامعه طبقاتی را توجیه کرد؟ آیا هرگز ممکن است جامعه ای تا بدان حد از شکوفایی برپا شود که بتوان فاجعه آشویتس را توجیه کرد؟ ماکس هورکهایمر، فیلسوف مارکسیست میگوید مسیر تاریخ از دل اندوه و عذاب افراد میگذرد. سلسله ای از پیوندهای تبیین کننده میان این دو امر واقع، تاریخ و رنج افراد بشر وجود دارد، اما هیچ معنای توجیه کننده ای در کار نیست. مارکسیسم را عموماً در زمره جهانبینی‌های تراژیک نمی‌شمارند. پرده آخر نمایش مارکسیسم یعنی کمونیسم نیک فرجام‌تر از آن است که بتوان تراژیکش خواند، اما بی‌توجهی به لحن تراژیک آن باعث می‌شود که به عمق پیچیده آن پی نبریم. روایت مارکسیسم تراژیک است، اما نه از آن روی که بدفرجام است. برای تراژیک بودن لازم نیست یک روایت حتما پایان تلخ داشته باشد. حتی اگر مردان و زنان در پایان به قسمی رضایت خاطر دستیابند، این تراژیک است که نیاکانشان میبایستی از دل دوزخ میگذشتند تا ایشان به فرجامی نیک برسند. و چه بسا کسانی که از ادامه راه باز میمانند، ناکام میمانند و از یادها میروند. بدون امید به معادی واقعی، هرگز نمیتوان این خید عظیم امید باختگان را تسلی داد. نظریه تاریخ مارکس فقط از این حیث تراژیک است. این کیفیتی است که ایجاز احمد وصفی درخشان از آن به دست می‌دهد. در پاورقی ایجاز احمد مفسر مسائل سیاسی و از چهره‌های نامدار نظریه ادبی مارکسیستی اهل هندوستان،
او در کتاب در نظریه، طبقات، ملت‌ها، ادبیات‌ها درباره نقش نظریه و نظریه پردازان در نهضت ضد استعمار و استکبار داخل پرانتز امپریالیسم بحث می‌کند و نقدی جدلی از استدلال فردریک جیمسون در مقاله ادبیات جهان سوم در عصر سرمایه‌داری چند ملیتی پاییز 1986 ارائه می‌کند. پایان پاورقی. با آنکه او درباره نسبت مارکس با نابودی جامعه دهقانی سخن می‌گوید، اما نظرش در مورد بخش وسیعی از نوشته‌های مارکس مصداق دارد. به گفته او، در آثار مارکس ردی از آشوبی عظیم و خسرانی جبران ناکردنی به چشم می‌خورد. تنگنای اخلاقی که در آن نکهنه را می‌توان کاملاً تأیید کرد و نه نورا. تصدیق اینکه رنج دیدگان در آن واحد صالح و طالح بوده اند و همچنین اینکه تاریخ پیروزی ها و شکست ها به واقع تاریخ تولید های مادی است و در پایان کورسوی از این امید که شاید روزی از دل این تاریخ بیرحم و مروت چیز نیکی سر برآرد، تراژدی لزوماً آری از امید نیست. قضیه این است که وقتی تراژدی به چیزی آری میگوید، با ترس و لرز و با سیمایی رنگ پریده از وحشت بدان آری میگوید. در پایان به نکته دیگر نیز باید اشاره کرد. دیدیم که خود مارکس فرض می‌گیرد که سرمایه‌داری برای رسیدن به سوسیالیسم ضروری است. ولی آیا واقعاً چنین است؟ آیا ممکن نیست کسی در صدد برآید نیروهای مولد را از سطحی بسیار پایین توسعه دهد، اما حتی امکان به شیوه‌های سازگار با ارزش‌های سوسیالیستی دموکراتیک؟ این کاری کمرشکن و توانفرساست. اما این در کل همان دیدگاه برخی اعضای اپوزیسیون چپ در روسیه بلشویکی بود و هرچند این پروژه شکست خورد، دلایل محکمی هست که در اوضاع و احوال مقتضی راهبرد درستی است. اما به هر تقدیر سوال این است، اگر سرمایه‌داری هرگز به وجود نمی آمد چه می شد؟ آیا نوع بشر نمی توانست شیوه‌ای کمتر مصیبت بار برای پروراندن چیزهایی بیابد که مارکس گرانبهاترین مواهب بشری می دانست؟ رونق مادی، گنجینه نیروهای خلاق بشری، حق تعیین سرنوشت، ارتباطهای جهانگستر، آزادی فردی، فرهنگ شکوهمند و چه و چه، آیا تاریخی دیگر به جز تاریخ سرمایه‌داری نمیتوانست نابغه هایی در حد رافائل و شکسپیر به بار آورد؟ میتوان به شکوفایی هنرها و دانشها در یونان باستان، ایران قدیم، مصر، چین، هندوستان، بین النهرین و دیگر جاها اندیشید؟ آیا مدرنیته سرمایه دارانه به راستی ضروری بود؟ چگونه بایستی ارزش علم مدرن و آزادی های فردی مدرن را با مواهب معنوی جوامع قبیله ای سنجید؟ وقتی دموکراسی را در کفه ترازوی فاجعه هولوکاست قرار میدهیم، چه اتفاقی میافتد؟ این پرسش چیزی بیش از پرسشی آکادمیک است. تصور کنید تعداد کمی از ما از فاجعه عظیمی هسته‌ای یا زیست محیطی جان سالم به در می بردیم و با این رسالت روباور روبرو می شدیم که باید تمدن را از صفر ساخت. در آن صورت نظر به آنچه درباره علل فاجعه می دانستیم، چرا نبایستی این بار تمدن را به شیوهی سوسیالیستی بنا می کردیم؟ پایان فایل سوم، صفحه 65.